با نام خدا با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 23 ماه دلو سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 12 ماه فوریه سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. خواست یک سناتور آمریکایی برای قطع کمک های این کشور به افغانستان. هراسی که میسن مستقل انتخابات از تقلب زورمندان محلی در انتخابات. خواست بیشتر از 80 نماینده مجلس برای به تعلیق درآوردن کار شهردار کابل. نگرانی آمریکا و فرانسه از اوضاع سوریه و پیامدهای آن. و نمایش فرآورده های افغانستان و ایران در هرات. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. لینزی گراهام، سناتور برجسته آمریکایی از سنای آمریکا میخواهد که در پاسخ برای 65 زندانی بگرام از توی رئیس جمهور کرزی با صدور قطعنامه تمامی کمک‌های آمریکا را به افغانستان تا پس از انتخابات ریاست جمهوری قطع کند. این سناتور آمریکایی این کار رئیس جمهور کرزی را سخت نکوهش میکند و میگوید که کمک آمریکا باید تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قطع شوند. بایره‌های زندانیان بگرام را یک گام بزرگ به عقب در روابط کابل و واشنگتن میداند. این در حال است که لوی سارنوالی تصمیم دارد تا به گونه بیدرنگ 65 زندانی زندان بگرام را رها سازد. تصمیم برای 65 زندانی از میان 88 زندانی زندان بگرام واکنش‌های تند برخی از سناتوران آمریکایی را برانگیخته است. لینزی گراهام سناتور آمریکایی که در کمیته نیروهای مسئله سنای آمریکا سخن می‌زد، از سنای ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا در پاسخ برای این زندانیان آن هم بدون فیصله دادگاه تمامی کمک‌های آمریکا به افغانستان تا پس از انتخابات ریاست جمهوری قطع گردند. نیروهای ما این 88 زندانی را برای مردم افغانستان و نیز برای نیروهای ائتلاف بسیار خطرناک ارزیابی کردند. ما پیشنهاد کرده بودیم که آنان بر بنیاد نظام عدلی افغانستان محاکمه شوند. رئیس جمهور کرزی قانون گریزی کرده بلوی سارنوالی افغانستان بدون در نظر گرفتن نظام عدلی افغانستان دستور داده است که 65 زندانی را رها سازد. آنان کسانی هستند که در حمله های مانند حمله اخیر در شهر کابل دست داشتند. ما باید با صدور قطعنامه این عمل رئیس جمهور کرزی را محکوم کنیم. من از تمامی همکارانم میخواهم تا در پاسخ به این کار رئیس جمهور کرزی کمک ها را به افغانستان تا پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور قطع کنند. این سناتور آمریکایی که از دیر زمانی بدین سو از وی به عنوان یکی از حامیان حضور آمریکا در افغانستان نام برده شده است، رهایی زندانیان را یک گام بزرگ به عقب در روابط میان کابل و واشنگتن میداند. فکر می کنم رئیس جمهور کرزی با تنهایی روابط من را با افغانستان نابود کرد. انکار او یک رفتار نامنتظر بود و گفته های عصبانی کننده او نه تنها آسیب بزرگ را از ره گذر سیاسی، امنیتی و اقتصادی به مردم افغانستان وارد می کند، بل این را به سیاستگران آمریکایی مشکل می سازد تا کارها را به گونه عادی در افغانستان به پیش برند. لوی سارنوالی اعلام کرده است که از میان 88 زندانی 65 زندانی به زودی رها خواهند شد. تصمیم رهایی 65 تن از زندانی های زندان بگرام توسط لوی سارنوال افغانستان صادر شد. اینا اشخاص افرادی بودند که در دوسیه هایشان هیچ نوع شواهد مدارک که جرمشان ثابت میکرد و الزامیت زیاره در مظهر قضا ثابت میکرد موجود نبود. از سوی دیگر گفتگوها میان کابل و واشنگتن درباره امضای پیمان امنیتی به بنبست کشانیده شدند، زیرا رئیس جمهور کرزی به عملی شدن پیش شرطایش تاکید می‌ورزد. کمیسیون مستقل انتخابات هراس دارد که نامزدان رئیس جمهوری مانند گذشته در این انتخابات نیز به تقلب تلاش کنند. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می‌دهد که اگر نامزدان رئیس جمهوری از زور و نفوذ محلی کار بگیرند و برای برنده شدن در انتخابات با رای مردم دستبرد بزنند، دادگاهی خواهند شد. در این حال، ناتای نظارتگر انتخابات خواهان باز شدن دفترهای ولایتی کمیسیون رسیدگی با شکایت‌های انتخاباتی هستند. کریم امینی گزارش می‌دهد. ترس از ناامنی ها، دلهوره از تقلب،
دستبرد در انتخابات به ویژه در بخش‌های ناامن با کاربرد نیرو و نفوذ از سوی نامزدان ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات را به فکر چاره انداخته است. هراس بیشتر این کمیسیون از تکرار تجربه انتخابات گذشته است. که چیرې دغه کار کیږي زه اطمینان ورکوم د افغانستان خلکو ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به دا ځل په مقابل کې خاموشه کینی. هم به رایې باطلیږي، هم به د دوی چیرې د افغانستان خلکو ته ورپېژندل کیږي، هم به عدلي او قضایي ارګانونو ته دوی ورپېژندل کیږي او هم به مجازات کیږي. کمیسیون مستقل انتخابات اینجا از نهادهای جامعه مدنی و نظارتگر انتخابات میخواهد تا برای آگاهی دهی به مردم درباره انتخابات جدیتر کار کنند. بعد هاگ فعالان خواهندی چه پساحه که محبوبیت لری، پساحه که لاسرسی لری، هاگ ورون چه پساحه که بلدیت لری، لاسرسی لری، اول تمواد توضیح که ولیسی، سیمینار جوڑه ولیسی، پیغام رسه ولیسی، منگه همکاری ترتیه لرم. اما نهادهای نظارتگر انتخابات هنوز از برگزاری یک انتخابات شفاف و همشمول دلواپس هستند. در این حال می شود پرسید که آیا این نهادها خواهند توانست نظارتگر انتخابات در روستاها نیز باشند؟ خب یک تعداد نهادها و نهادهای بین المللی است که من فکر نمیکنم در نقاط دوردست اونا دسترسی داشته باشه و اراده حضور در اون مناطق داشته باشه. یک بخش دیگه از نظارت کننده نهادهای جامعه مدنی محلات است که اونا در خود محل فعال هستند. مهم است که بین نهادهای جامعه مدنی یک هماهنگی گسترده تر در این رابطه شکل بگیرد. چهار حراس داریم و چهار معیار داریم به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف. یک، بی‌طرفی و مسلکی بودن کمیسیون های انتخاباتی، چه کمیسیون مستقل انتخابات و سم شکایت افغانستان. دو، تامین امنیت نسبی و اراده قوی برای تامین امنیت در افغانستان. سه، نظارت بی‌طرفانه و مسلکی نهادهای جامعه مدنی در پروسه. چهار، هر آنچه که میتونه بسیار سرنوشت‌ساز باشه، همکاری صادقانه جامعه جهانی در پروسه. پیکارهای انتخاباتی نامزدان داخل دومین هفته اش شده است و خواست کمیسیون مستقل انتخابات این است که این پیکارها باید به ولایت‌ها و روستاها نیز کشانیده شوند. مردمان کشور نیز همین خواست را دارند. در این حال داوود سلطانزوی که امروز در میان شمار از هوادارانش در کابل سخن میزد، حکومت را به جانبداری برخی از نامزدان متهم میکند. این نامزد ریاست جمهوری میگوید که صلح زمان در کشور آماده میتواند که انتخابات شفاف و بدون تقلب برگزار شود. از سوی هم شمار از هواداران زلمه رسول در ولایت های نیمروز و هلمند از نامزدی وی پشتیبانی کردند. در این حال ستاد انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف امروز در ولایت هلمند به فعالیتش آغاز کرد. جاوید استانکزی گزارش می‌دهد. داوود سلطانزوی در یک گرد همایی در میان هوادارانش در کابل می‌گوید نشانه های وجود دارند که حکومت برخی از نامزدان ریاست جمهوری را به شکل‌های مختلف زمینه بهره‌گیری از امکانات دولتی را در پیکارهای انتخاباتیشان فراهم می‌کند. افغانستان سزاوار یک نمایندگی در رأس سیاست و حکومت داریست که بتانه واقعا افغانستان از این مرحله به مرحله نوینش و مرحله خوشبختی هایش راهنمایی بکنه. در گوشه دیگری از کشور شماری از هواداران دکتر زلمه رسول در ولایت های نیمروز و هلمند از نامزدی وی پشتیبانی کردند. آنان در گرد همایی های جداگانه از برنامه های دکتر زلمه رسول حمایت کردند. از سوی هم ستاد انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف امروز در ولایت هلمند به کار آغاز کرد. مسئولان این ستاد از هواداران آقای سیاف می‌خواهند تا در پیکارهای انتخاباتی با این ستاد همکاری نمایند. در همین حال در یک خبرنامه ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی آمده است که حزب محاذی ملی به رهبری پیر سید احمد گیلانی و حزب حرکت اسلامی به رهبری موسا هوتک حمایتشان را از نامزدی اشرف غنی احمدزی اعلام کردند. این در حال است که شمار از باشندگان بولسپولی سوربی کابل از نامزدان ریاست جمهوری میخواهند که برنامه هایشان را به مردم روشنتر معرفی کنند تا مردم بتوانند نامزد دلخواهشان را درست بشناسند. این باشندگان تاکید می‌ورزند که نامزدان باز هم نباید رأی مردم را با دادن پول به دست آورند، بل بکوشند که با معرفی برنامه های جامعه دل مردم را به دست آورند. آزم آرش که با شمار از باشندگان این بولسپولی گفتگو کرده است، دریافته است که بیشتر باشندگان این بولسپولی بر رفتن به پای صندوق‌های رای‌دهی دلبستگی دارند. سروبی
از ولسوالی های کابل است که در مسیر شهرهای کابل جلال آباد قرار دارد. باشندگان این ولسوالی از نانوا تا دکاندار و کارگر روی جاده علاقمند رفتن به پای صندوق های رایدی هستند. او کار می آخسته ده انتخابات ده خود درخ خبره ده ده نوه پاچا تاکل کی گی نمزادان خود توزه پسرو بکیز نیا کشتا زمانی نمزادان را غدی دی توزه پوری من برای ورکو پیسه تی ناخلو چه وطن جور سی کارت مخیست انتخابات لپاره گردون پا که کم مچه دا کارت یو رئیس جنبور تاور کما این باشندگان هم مانند بسیاری از باشندگان بخش های دیگر کشور از برنامه های نامزدان ریاست جمهوری هنوز آگاه نشدند و نمی دانند که کیا خودشان را به انتخابات ریاست جمهوری نامزد کردند. دیر دینو چه حتی زی پیشن ویس خلی چیزی اگو سیرین دل 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 آقا سراشنان دی و راقل ریاست جمهوری تا والا دی اندوا به اینجا خلاب بر مردم خدا نشان بزنند داری افغانستان که مردم بشناسشانند. این دکاندار هم درد دلش را به دوستش این گونه قصه می کند. رای ورکی سره چه اغا وادر اتمنادی و سیگی کاروباری و سیگی مطلب چه کم کس سره زرد پیور غماغ تا وادر رای ورک خلاص اونو غولی گی. سروبی از ولسوالی های کابل است که در حدود 60 کیلومتر از مرکز فاصله دارد. امروز باز به با ولسوالی سروبی کابل آمدیم. گفتگوهایی که با باشنده این ولسوالی داشتم کسی را نیافتم که از شرکت در انتخابات انکار بکنه، بل همه دلبستگی شدید برای رفتن پای صندوق های رای دارند. خواست این مردم هم مشابه با خواست شهروندان دیگر کشور است، یا هم میخواهند که نامزدان به روستاهایشان بیاید و برنامه‌هایشان را به گونه واضح و روشن بر اینان معرفی کنند. حالا دیده شود که در جریان 49 روزی که از پیکارهای انتخاباتی این نامزدان باقی مانده، نامزدان تا چی حد خواهند توانست تا برنامه‌هایشان را به روستاهایشان هم معرفی کنند. سید اعظم آرش، تولونیوز. بیشتر از 80 نماینده مجلس نمایندگان خواهان به تعلیق درآمدن کار شهردار کابل شدند. رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان میگوید که شهردار کابل با استفاده سوء از مقامش میلیون ها دلار از پول ساخت جاده های کابل حیف و مل کرده است. رئیس مجلس نمایندگان نیز در یک نامه رسمی که بیشتر از 80 نماینده مجلس در آن امضا کرده اند از رئیس جمهور خواسته است که کار شهردار کابل به تعلیق درآورده شود، اما شهردار کابل این کار را اتهام میداند و برخی از امضاهای این نامه را جعلی میداند. رفیع صدیقی جزئیات را گزارش میدهد. شماری از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور می خواهند که به علت فساد گسترده در کارکردهای شهرداری کابل کار شهردار کابل را به حالت تعلیق درآورد. رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس می گوید که شهردار کابل پولهای انگفتی را از ساخت جاده های کابل عیف و میل کرده است و نیز از توزیع زمین و ساختمان های بلند در شهر کابل سوء استفاده کرده است. نمرات که توزیع شده، سرک هایی که اعمال شده، همین سرک ها در گوشه کنار افغانستان که هست همسایه ها از 4 لک 5 لک دلار بالاتر نیست. من متاسفانه در افغانستان 1.5 میلیون دلار یک کیلومتر سرک قرارداد شد. در این نامه رسمی که از سوی رئیس مجلس نمایندگان و بیش از 80 نماینده این مجلس امضا شده است، از رئیس جمهور خواسته شده است تا کار شهردار کابل را به حالت تعلیق درآورد. در همین حال شهردار کابل شماری از این امضاها را جعلی میداند. یک تعداد این امضاها هم جعلی هست. ما از وکیل صاحبا پرسان کردیم، خود وکیل صاحبا برای ما گفتن که ما امضا نکردیم. یک تعداد بله امضا کردن، یک تعداد طبعا امضا کردن و یک تعداد هم امضا نکردن که امضایشان در ورق هست. شهردار کابل میگوید که به علت عملی نشدن خواستهای غیرقانونی شماری از نمایندگان مجلس، این موضع‌گیری در برابر وی به میان آمده است. یک عده بلی ناراضی هستند. ناراضی به خاطر از ایستند که اینا انتظار برخورد بسیار قانونی را بعضی ها از ما ندارند. میگن چیزی که ما میگیم همونطور باید شود. شهردار کابل میگوید که اگر اتهام های این نمایندگان مجلس بر وی ثابت شود، حاضر است هر کیفری را بپذیرد. وی از نهادهای عدلی و قضایی می خواهد تا درباره این اتهامات بررسی های جدی را آغاز کنند. تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را می شنوید با طلو و شبکه جهانی طلو نیوز باشد. ادامه خبرها از طلو و شبکه جهانی طلو نیوز.
رئیسان جمهوری ایالات متحده آمریکا و فرانسه از اوضاع سوریه سخت نگران هستند. باراک اوباما با فرانسوا اولان پس از گفتگو در واشنگتن میگویند که اوضاع کنونی سوریه نه تنها امنیت منطقه بل امنیت سراسر جهان را با تهدید روبرو ساخته است. در این حال گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه ایشان ادامه جنگ را در سوریه تهدید بزرگ در برابر آزادی رسانه‌های سراسر منطقه میدانند. باراک اوباما با ابراز نگرانی از ادامه خونریزی ها در سوریه میگوید که همزمان با ادامه گفتگوهای صلح سوریه در سوئیس، واشنگتن و پاریس کمک به مخالفان میانه‌رو حکومت بشار الاسد را ادامه خواهند داد. اوباما در دیدار با همتای فرانسویش از جامعه جهانی میخواهد تا جلو فعالیت جنگجویان خارجی را در سوریه بگیرد و از روسیه نیز میخواهد تا در کار نابودسازی تمامی جنگ افزارهای کیمیایی سوریه بدرنگ با دمشق همکاری کند. We still have a horrendous situation on the ground in Syria. I don't think anybody disputes that. ما هنوز هم یک وضعیت ترسناک در سوریه داریم و این به گونه کامل روشن است که با گذشت هر روز مردم بیشتر در سوریه رنج میبرند و حکومت سوریه نیز فاسدتر می شود. این وضعیت برای سوریه بد است. این برای منطقه و امنیت جهانی نیز بد است. در همین حال خبرنگاران بدون مرز سوریه را یکی از بدترین کشورها به خبرنگاران می دانند و می گویند که کارمندان رسانه ها در هنگام اطلاع رسانی در این کشور آماج قرار می گیرند و این وضعیت بر آزادی رسانه های کشورهای همسایه نیز اثر افگنده است. همزمان با این هرچند گفتگوهای نمایندگان مخالفان و حکومت سوریه در سوئیس برای توقف خشونت ها و ایجاد یک حکومت انتقالی بدون پیشرفت ادامه دارند، سازمان ملل میگوید که یک روز پس از توقف روند بیرون کشیدن غیر نظامیان از شهر زیر محاصره قرار گرفته هومس امیدوار است تا این روند را از سر گیرد. با اکنون نگاه زودگذاری داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. در حمله مردان مسلح ناشناس بر یک خانه در حومه شهر پشاور 9 تن کشته شدند و چندین تن دیگر زخم برداشتند. مقام های امنیتی پاکستان می گویند که این رویداد هنگامی رخ داد که شمار از مردان مسلح در خانه در منطقه ماشوخیل داخل شدند و بر اعضای این خانواده تیراندازی کردند. باراک اوباما فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه را در کاخ سفید به شام دعوت کرد. در این مهمانی به شمول میشل اوباما شمار از هنرپیشگان هالیوود نیز حضور یافته بودند. رئیس جمهور فرانسه روز گذشته برای نخستین بار پس از سال 2011 میلادی به ایالات متحده آمریکا رفت. کارشناسان حیات وحش در زیلاند نو علت مرگ 9 نهنگ وحشی را که جسدهای آنها در ساحل جزیره در جنوب این کشور پیدا شدند بررسی می کنند. این کارشناسان حیات وحش که بیشتر عمرشان را در کار حفاظت از این نهنگا سپری کردند می گویند که این رویداد برای زیلاند نو یک ضایعه بزرگ است. 2500 جفت امروز در کوریای جنوبی به گونه دست جمعی ازدواج کردند. این عروسی گروهی که در آن 20,000 تماشاگر شرکت کرده بودند در مرکز جهانی صلح در شهر گاپیونگ این کشور برگزار شد. شمار از این جفت ها برای ازدواج از کشورهای دیگر جهان به این شهر آمده بودند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. باز هم خوش آمدید با این هم چند خبر اقتصادی. صدها فراورده صنعتی ایران و افغانستان در یک نمایشگاه مشترک در ولایت هرات به نمایش گذاشته شدند. در این نمایشگاه که برای 4 روز باز خواهد بود، 90 غرفه به تولیدات ایران و 10 غرفه به تولیدات افغانستان اختصاص داده شدند. مقام های ولایت هرات برگزاری نمایشگاه را فرصت مناسب برای بازرگانان افغان و ایرانی میدانند تا فراورده هایشان را به این نمایشگاه بگذارند. جاوید جراجاهی از ولایت هرات گزارش می‌دهد. در زیر این سقف صدها نو تولیدات صنعتی ایران و افغانستان در 90 غرفه برای 4 روز به نمایش گذاشته شدند. در این میان صنعتکاران هرات نیز تولیداتشان را که در شهرک صنعتی هرات تولید شدند در 10 غرفه این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. در همین حال والی هرات بروند رو به رشد صنعت در هرات خوشبین است. نه از 2014 میترسیم، نه از 16 میترسیم و نه از 15 میترسیم. 2014 نمیست فکرتان باشه.
چطور مردم ما شما را ترسانده بود ولی تجار با همت هرات در 2014 فابریکای نو شروع کرد. در امینال سرکنسل ایران در هرات با تاکید بر ادامه همکاری های این کشور با افغانستان به ویژه در بخش توسعه و صنعت میگوید که کشورش در تلاش حفظ روابط با افغانستان در همه عرصه است. استراتژی ایران مبتنی بر توسعه، ثبات، امنیت در منطقه خصوصا با همسایگان و با تاکید بر افغانستان بوده و منافع ایران در افغانستان بر پرتوی ثبات و امنیت پایدار در افغانستان است. در 12 سال گذشته نفتومین نمایشگاه مشترک صنعتی میان افغانستان و ایران است که در شهر هرات برگزار شده است. انتظار می رود که در 4 روز این نمایشگاه صنعتکاران ایران و افغانستان قراردادهای گوناگون را برای رشد تولیداتشان امضا کنند. اگر دولت سیاست حمایت از تولیدات داخلی را اصلاح نکند، افغانستان در تولیداتی که به خود بسندگی رسیده است دوباره با مشکل روبرو خواهد شد. مسئولان انجمن صنایع افغانستان میگویند که افغانستان در 16 بخش تولیدی به خود بسندگی رسیده است، اما روز هم تولیدات مشابهی که با کیفیت پایین تر و طرف های اندک گمرکی وارد می شوند کار تولیدات داخلی را سخت صدمه می زند. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 20 پول، یک یورو 77 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 930 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 536 افغانی. و اکنون این هم سمیر رسا با تازه هایی از جهان ورزش. خوش آمدید. تشکر میکنم. خبرهای ورزشی را هم پس از وقفه کوتاه ادامه میدهیم. با عرض سلام. رقابت های فوتبال چلنج کپ آسیا در مالدیف قرعه کشی شد و 8 کشور حاضر در رقابت ها در 2 گروه رقیبانشان را شناختند. در این قرعه کشی که لحظات پیش به گونه زنده از تلویزیون لمر پخش شد، افغانستان در گروه دوم با کشورهای ترکمنستان، لاوس و فیلیپین همگروه شد. در گروه دوم هم فلسطین، مالدیف، قرقیزستان و میانمار همگروه شدند. این رقابت ها در ماه می سال روان میلادی در مالدیف برگزار می شوند و تیمی که قهرمان شود به گونه مستقیم راهی رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا در سال 2015 میلادی خواهد شد. تیم ملی کرکت 19 سالگان افغانستان در یک دیدار دوستانه کرکت امروز اسکاتلند را شکست داد. در این دیدار که در امارات متحده عرب برگزار شد، نخست بازی را اسکاتلند آغاز کرد و در 47 اوور 158 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد. افغانستان در 41 دوش هدف تعیین را انجام داد و پیروز شد. میلاد ورزشکار افغانی که در آلمان زندگی می کند در رقابت های تکواندوی آزاد سویدن به مدال برنز دست یافت. میلاد در بازی اول مبارز آلمان را شکست داد، در بازی دوم از صد تکواندوکار ایرلند گذشت و ما در دور نیمه نهایی در برابر تازه‌گل قهرمان المپیک 2012 از ترکیه شکست خورد و برنز گرفت. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می کند. فردا کابل نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 6. مزار شریف نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 6. کندهار نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 0. جلال آباد نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 5. و شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 6. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. والا شما دعوت می‌کنم که با برنامه فراخبر با طولو نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.